Good morning. صبح بخیر به کلیسای آنلاین بابتیست استاکپورت خوش آمدید. امروز هفته ششم از سری لنتان هست که بر اساس دعای ربانی انجام میشه و ما از دوره دعایی استفاده میکنیم که توسط پیت گریگ از 24/7 تولید شده تا به ما کمک کنه تا بر جوانب مختلف دعا تمرکز کنیم. در هفته اول موضوع اصلی این بود به ما یاد بده تا دعا کنیم. در هفته دوم موضوع ستایش بود. هفته سوم همه چیز درباره درخواست بود. و در هفته چهارم موضوع دعا شفاعت بود. هفته پیش هم همش درباره دعاهای پاسخ داده نشده صحبت شد و این هفته درباره دعای با تفکر صحبت میکنیم یا به نوعی مراقبه که بیشتر درباره بودن هست تا انجام دادن و همیشه نوعی چالش برای کسایی مثل من وجود داره که بیشتر شخصیت برونگرا دارند و بیشتر دوست دارن در حال حرکت باشن و گاهی اوقات من مشکل دارم که در آرامش بنشینم و آرام باشم. ولی مزمور 19 آیه 14 میگه سخنان دهانم و تفکر دلم در نظرت پذیرفته آید ای خداوند که صخره من و رهاننده من هستی. بیایید با هم یک قطعه پرستشی توجه کنیم که بر اساس این مزمور هست. آسمان جلال خدا را بیان می کند و فلک از علمل دستهایش سخن می گوید. روز تا روز کلام را جاری می سازد و شب تا شب معرفت را اعلام می دارد. نه سخنی است و نه کلامی و آواز آنها شنیده نمی شود. با این همه آوازشان در سرتاسر زمین منتشر می گردد و کلامشان تا به کرانهای جهان می رسد. خیمه‌ای در آسمان برای خورشید برپا کرده است. او همچون داماد از حجله خیش بیرون می آید و چون قهرمان شادمانه در میدان می دود. برخواستنش از یک کران آسمان است، مدارش تا کران دیگر و هیچ چیز از حرارتش در امان نیست. شریعت خداوند کامل است و جان را احیا می کند. شهادتهای خداوند امین است و ساده لوحان را حکیم می گرداند. احکام خداوند راست است و دل را شادمان می کند. فرمان خداوند پاک است و دیدگان را روشن می کند. ترس خداوند خالص است و پایدار تا به ابد. قوانین خداوند حق است و به تمامی عدل. آنها از طلا مرغوب ترند و حتی از طلا خالص تر، از شهد شیرین تر، حتی از قطرات شانه عسل. خدمتگزارت نیز از آنها هشدار می یابد و در حفظشان پاداشی عظیم است. ولی کیست که اشتباهات خود را تشخیص دهد؟ مرا از خطایای پنهان مبرا ساز. خدمتگزارت را از اعمال گستاخانه باز دار. مگذار که بر من مسلط شود. آنگاه بی عیب خواهم بود و مرا از عصیان مبرا از عصیان عظیم. سخنان دهانم و تفکر دلم در نظرت پذیرفته آید ای خداوند که صخره من و رهاننده من هستی. Took me as I am.
سلام پیت. خب ما امروز اینجا هستیم و فصل سوم از دوره دعا رو امروز قراره در راجع به دعای با تفکر صحبت کنیم و من میدونم این نوعی از دعا است که تو به خاطر خاصی توجه داری بهش. به هم بگو چرا اینطوریه و چی هست اصلا. اوکی. بله من اشتیاق خاصی نسبت به این نوع دعا دارم. فکر میکنم حتی خیلی هیجان انگیزه و خیلی هم مهم هست. برای همه ما این گل ارکیده تصویر کوچکی از دعای با تفکره. همه میگن این زیباست، جذابه و به طور خاصی زیباست، ولی در واقع یه نگاهی به اون شبکه ریشه هاش بکن زیر سطح. دعای با مراقبه و تفکر نوعی دعاست که ما رو در ارتباط با خداوند در واقع ریشه میدوانیم. بیشتر درباره بودن هست تا انجام دادن. و ما واقعا در این سفر قبلا قرار داشتیم وقتی که حرکت 24/7 رو شروع کردیم. وقتی شروع کردیم یه تیم داشتیم که همه تقریبا 20 ساله بودن و به دعا به عنوان یک کلید نگاه میکردیم و فکر میکردیم با دعای درخواستی و شفاعتی میتونیم از همه چیز عبور کنیم و همه نبوت ها رو در اطراف اون ببینیم و همه چیز رو در واقع احیا کنیم. قطعا هم معجزات زیادی دیدیم و همچنان هم میبینیم و صادقانه بگم در بسیاری از موارد حتی احیای دوباره هم دیدیم و حضور خداوند رو در راه‌های مختلف مشاهده کردیم، ولی البته دعاهای بی پاسخ هم در داشتیم همونطور که در بخش قبلی راجع به صحبت کردیم و اینطور شد که سوالات عمیق‌تری از خودمون پرسیدیم که دعا چیه و چطور عمل میکنه و ابعاد عمیق اون چیه که بیشتر راجع به بودن باشه و ریشه های خداوندیش چطوره، نه اینکه فقط انجام داده باشی و چیزی اتفاق بود. آیا منظورت همون دعای با تفکر هست؟ دعای با تأمل تاریخ عمیق در مسیحیت دارد. در قرن 16 میلادی یک راهبه به نام تریسا از ایویا این نوع دعا رو دعای سکوت تعریف میکنه. صحبت های صمیمی بین دو تا دوست. زیبا نیست؟ و بعدش هم ریچارد فاستر که نوشته که میگه این یک نوع توجه عاشقانه به خداوند است. اون میگه در واقع داری با پشت صحنه صحبت میکنی و اون رو در جلوی صحنه دریافت میکنی. همه تعاریف این نوع دعا در واقع حول محور سه تا چیز اصلی میچرخه. اول اینکه دعای با تفکر با محبت خداوند آمیخته شده. دوم اینکه نوعی از سکوت و آرامش و مراقبه با عیسی مسیحه، به طوری که ما از حضور او لذت ببریم بدون گفتن یا انجام دادن کاری. و سوم اینکه بیشتر باید بگم که تجربی هستش تا اینکه منطقی باشه. همونطور که گفتیم نوع ارتباط صمیمی، نوع اعتماد درونی و نوع احساس که در مقابلتون قرار داره. خب پس تأمل و تفکر مثل درخشش ستارگان هست در مقابل ستاره شناسی، مثل گوش دادن به جاز به جای صحبت شنیدن. حالا میفهمیم چطور انجامش بدیم، ولی چیزیست که باید در دعا عملی بشه. خب یه جوری مثل نشستن و یا راه رفتن در سکوت همراه با لذت از حضور خداوند و مراقبه در محبت او، بدون اینکه بیرون لیستمون رو بیاریم و درخواستامون رو از او بپرسیم. بله دقیقا همینطوره، ولی نباید تصور کنیم خیلی راحته، چون واقعا سخته که در آرامش باشیم و در حضور خداوند باشیم به این صورت. خب تو میدونی تو جایی که من زندگی میکنم خیلی از این موارد جدید اومده، مربوط به مدیتیشن و این چیزا. من فکر میکنم حد میزنم شاید خیلی هیجان انگیزه که ما هم داریم در مسیحیت در مورد چیز منطقی و این شکل صحبت میکنیم. خب برای کسایی که در این مورد نگرانی دارن چی داری بگی؟ مثل اینکه این نوع دعا ممکنه کمی حتی خطرناک باشه، ممکنه حتی به این شکل باشه که مثلا عرفان شرقی داره دستاویزی میشه برای مسیحیت. خب اول از همه بگم این دعا کاملا مسیحیه. من میتونم در این مورد فریاد بزنم، این به ما تعلق داره به عنوان مسیحی و خیلی هم مهمه. برگردیم به عهد عتیق. پادشاه داوود میگه سخنان دهانم و تفکرات دلم در نظرت پذیرفته آید، در مزمور 19. جای دیگه در مزمور 62 میگه تنها برای خدا جان من در سکوت انتظار میکشه. این یک نوع تفکر مراقبه‌ای
است که دقیقا در عهد عتیق در واقع گفته شده. مورد بعدیش مزمور 46 هست: باز ایستید و بدانید که من خداوند هستم. این در مورد باز ایستادنه که ما رو قادر میسازه به خداوند نزدیک بشیم. و اگر بریم به عهد جدید، پتروس رسول میگه در تسالونیکیان میگه مداوم دعا کنید. معنیش این نیست که مداوم حرف بزنید و خداوند رو با کلمات بمباران کنید. اوکی، پس یک چیز نوظهور یا صرفا تفکری نیست، چیزی که مسیحیان برای سالها در واقع داشتن، یا بهتر بگم همیشه انجامش میدادن. این در واقع یک بخش اساسی از دعاهای مسیحی و یهودی هستش. ولی وقتی مراقبه و تفکر میکنیم، سعی میکنیم ذهنمون رو خالی کنیم و یکی از بزرگترین تفاوتاشون هست. در مسیحیت ما سعی میکنیم ذهنمون رو پر کنیم از عیسی مسیح. میتونی به صورت فوق عملی برای ما توضیح بدی که در حقیقت چطور باید انجامش بدیم؟ اوکی، ممکنه کمک کننده باشه اگر فکر کنیم که دعای با تفکر در واقع مثل یک سفر یا یک نوع رقص در حول سه تا فاز اصلی هست. اول از همه مراقبه کردنه، با اون شروع میکنیم و این صحنه یعنی صحنه من و خداونده. مراقبه میتونه کار سختی باشه چون سعی میکنیم تمرکز کنیم. مرحله بعدی تأمل کردنه و اون یعنی اینکه در واقع خداوند و من، در واقع من و خداوند تبدیل میشه به خداوند و من، یعنی مرکز جاذبه تغییر میکنه، یعنی من از آگاهی نسبت به خودم کم میکنم و بیشتر به آگاهی از خداوند میرسم. و اینطور هستش که تفکر و تعمق وقتی به مرحله پر شدن خودش میرسه، که البته همیشه هم اتفاق نمیفته، این مرحله اسمش همدلی و کامیونیون و هماهنگیه. اینجا دیگه من و خداوند یا خداوند من نیست. اینجا جایی است که یک عبارت زیبا از چارلز ویزلی است که میگه ما در محبت و پرستش رو گم میشویم. خب پس مراقبه یعنی سعی میکنیم که تمرکزمون بر روی خداوند باشه. بیاید عملی بگم چطور انجامش بدیم. ممکنه بشینید، آرام بنشینید یا با آرامی قدم بزنید. و یکی از چیزهایی که کمک میکنه در مراقبه روی خداوند تمرکز کنیم خود کتاب مقدسه. ولی منظورمون این که یک مطالعه سنگین روی کتاب بکنیم، بلکه فقط یافتن بخش کوچکی از کتاب مقدس که به عنوان یک پنجره به شما کمک میکنه که بر حضور خداوند تمرکز کنید. اون رو میخونید برای مکاشفه و رویایی و اطلاعات و تحصیلات، و کتاب هم راجبش صحبت میکنه. در اولین جملات مزمور یک میگه رغبتش در شریعت خداوند و شبان روز در شریعت او تأمل کند. و فقط لازم نیست کتاب مقدس انجامش بده، میتونید روی همین ارکیده که اینجاست تمرکز کنید. خلقت خارق رو به نمایش میگذاره، به این زیبایی و هماهنگی نگاه کنید. و البته کتاب مقدس بهترینه، ولی هر کجا که هستید میتونید روی چیزی تمرکز کنید که دروازه‌ای باشه برای آگاهی بیشتر از حضور خداوند و خوبی او. یا میتونید به تصویر نگاه کنید. همه چیزی که اطراف ماست راهی است برای ما برای ورود به آگاهی حضور خداوند. و خب عمیق نفس بکشید، این بخشی از آرامش پیدا کردنه. نیاز به آیه از کتاب مقدس نداره که بتونید نفستون رو تنظیم کنید، فقط باید انجامش بدید. و یک جمله دعایی رو تکرار کنید. خیلی در این مرحله میتونه کمک کنه. میتونه دعا به زبانهای تانگ باشه، میتونه از دعاهای فرانسیسکن استفاده کنید. من اغلب میشینم و میگم ای عیسی مسیح، از تو سپاسگزارم. نفس عمیق میکشم، ممکنه به یک چیز زیبا نگاه کنم و بگم ای عیسی از تو سپاسگزارم. این ورود به تفکر و تعمق از طریق مراقبه هستش. اوکی، خب رو صندلی میشینم، آرام میگیرم، روی بخش از آیات تمرکز میکنم، روی کلام خدا تمرکز میکنم. بعدش چی؟ همونطور که در حال انجامش هستید، به مرور متوجه میشید که مرکز جاذبه شما شروع به تغییر میکنه، از شما به سمت خداوند، از شما به خداوند، به سمت خداوند و شما. به عبارت دیگر شروعی سخته. وقتی انجامش میدید، او شروع میکنه که مرکز صحنه رو در اختیار بگیره. و این چیزی است که عیسی مسیح در متی 6 باب 6 میگه. در نسخه مسیجش ترجمه زیبایی داره: تمرکز از تو به خداوند منتقل میشه و شروع به درک فیض او خواهی کرد. اینجاست که مراقبه تبدیل به تأمل میشه، اینجاست که کمتر به کلمات نیاز داری. زیباست.
ما تمرکز رو داریم، بعدش مراقبه است و سومین مرحله جایی است که این تأمل و تعمق تبدیل به همدلی میشه و اینجا جایی هست که من اینو پرستش یا دعا رو هوشیارانه انجام نمیدم، مثل اینکه کاملا خودم رو فراموش کردم. در حقیقت مثل اینکه زمان ایستاده و این خیلی شگفت انگیزه، انگار پا به جاودانگی میگذاریم. حدود 1700 سال پیش انتونی بزرگ در بیابانهای مصر دعا میکرد. اونجاست که میگه دعای کامل این نیست که شما بدونید دارید دعا میکنید. یک معنیش یک ناخودآگاهیه. خیلی فوق‌العاده به نظر میاد، قطعا فوق الهام بخشه، ولی به نظر میاد به ندرت برای مردم عادی اتفاق بیفته. شگفت زده میشید اگه بدونید هر کسی قبلا این کار رو کرده بدون اینکه متوجه باشه. بذارید یه مثال ساده بزنم. به کلیسا میرید، همه دارن سرود میخونن. فاز اول تمرکز بود. شما دارید به صبحونتون فکر میکنید، یادتون رفته دندونها رو مسواک بزنید، یه سری شعر داره رو صفحه نمایش داده میشه و شما دارید انجامش میدید. میخواید روی خداوندم تمرکز کنید از طریق این سرود. این یعنی تمرکز. پس چیزی که اغلب اتفاق میفته اینه که به نقطه میرسید که یادتون میره داشتید راجع به صبحانه فکر میکردید، چون تمرکزتون روی خداوند هست. اینجا حرکت میکنه به سمت تأمل به خداوند و من. و گاهی اوقات در طی پرستش که متاسفانه هر دفعه هم در کلیسا اتفاق نمیفته، به شور سرودی که خوندید دیگه فکر نمی کنید، چون واقعا حس میکنید در حضور خداوند هستید. اینجاست که تفکر و تأمل به حد اکثر خودش میرسه و یک نوع همدلی با خداوند پیش میاد. یا اینجا حتی به هر کسی تعلق نمیگیره، حتی اونایی که خودشون رو مسیحی نمیدونن، ولی نشون میده همه ماها آگاهی آمادگی تأمل و تفکر رو داریم. وقتی به سینما میرید همه به یک دور سفر با تفکر میرن، باور بکنید یا نه، چون ما از اول اینجوری میشینیم، پاپ کورن یه طرف داریم، نوشابه‌مون هم داریم، حتی یه نفر از پشت سر داره سر صدا میکنه، ناراحتمون میکنه، ولی میخواید بری داخل فیلم. این یعنی من و فیلم، یعنی تمرکزه. میخوام باهاش درگیر بشم، میخوام باهاش به نتیجه‌ای برسم. بعد اگه فیلم خوب باشه میشه فیلم و من. نسبت به اطرافت آگاهی کمتر میشه، بیشتر درگیر چیزایی میشی که روی صفحه نمایش هست. اینجاست که تمرکز تبدیل به تفکر میشه. مثلا اگر فیلم خیلی خوب نیست بلکه خیلی عالیه، بعدش چی میشه؟ کلن فراموش میکنی که تو سینما هستی، کاملا درگیرش میشی، فراموش میکنی که اونها بازیگر هستن، تو همون لحظه هستی، در واقع از زمان خارج میشی و این تجربه زیبا و منحصر به فردی که با فیلمی یکی بشی. این همون جاییست که وارد یک فضای تفکری واقعی میشی. پس در واقع همه ما نسبت به این تفکر آگاه هستیم. بله هستیم. این در واقع همون چیزی است که آرزوشو داریم. در همه چیز، در هنر، در سکس، در لحظات بیخود شدن، در گفتگوهای عمیق با دوستان، گفتگوهای بدون محدودیت زمانی، اینا چیزایی هستن که به نوعی در اونها ما فراتر از خودمون هستیم. و به عنوان یک مسیحی میدونیم که عیسی مسیح مقصد نهایی و آرزوی نهایی روح انسانی هست. این عالیه. من واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. واقعا دلم میخواد برم و یک جورای انجامش بدم. مثلا برم یه فیلم ببینم. ولی حتی یه سوال دارم. به مردمی که میپرسن این مثل یک جور فرار میمونه. مثلا در جای نشستی و حضور خداوند لذت میبری. اون وقت در این حالت چه کمکی، چه خوبی برای فرد فقیر داری، برای کسی که گم شده؟ بله، من فکر میکنم یک جور گریز زدنه. ولی به یاد داشته باشید اشعیا تجربه تمام این تفکرات رو داشته. اشعیا باب 6 در اشعیا باب 6 رو به آسمان فراخوانده میشه، خداوند رو میبینه، فرشته ها رو میبینه، یک تو برخورد معماگونه است اینجا. و این در واقع پیرو همون مفهوم هستش که خداوند میگه خب من چه کسی رو بفرستم و اشعیا میگه من رو بفرست. او در واقع مأموریتش رو در اثر این برخورد با تفکر به دست میاره. من فکر میکنم دعای با تفکر
باعث پایداری مأموریت ما میشه و معنی پیدا میکنه. مثل اینکه دوباره خودمون رو پر میکنیم. انگار یکی از عالی‌ترین مثال‌ها مادر ترزا است. وقتی جایزه نوبلش رو دریافت میکنه این صحبت‌ها رو میکنه برای میگه ما ممکنه کارهای اجتماعی رو جلوی چشم مردم انجام بدیم، ولی ما در حقیقت در حال مراقبه در قلب جهان هستیم. ما در حال لمس بدن مسیح در 24 ساعت شبانه روز هستیم. ما 24 ساعت در حضور او هستیم. رنج‌های زیادی هست، تنفر زیادی وجود داره، بدبختی‌های زیادی هست و ما همراه با دعاهایمون و همراه با قربانی‌هامون در خانه شروع می‌کنیم. محبت در خانه شروع میشه و مهم نیست ما چقدر کار انجام بدیم، بلکه مهمه که چقدر محبت رو در عمل میاریم. تا امروز مأموریت خیریه مادر ترزا دقیقاً در حال مراقبه در قلب جهان بوده. اونها بیرون هستند و برای عیسی مسیح فعالیت میکنند در فقر و مرگ. اینه که به اونها پایداری میده. اونها فقط فعالان اجتماعی نیستن که کارهای خوب میکنند. اونها فقط مراقبت نمیکنن و مردم در هم شکسته همچنان به طرفشون میاد. چیزی که بهش پایداری میده اینه که اونها اینو به عنوان مأموریت یا اجرای عدالت انجام نمیدن، بلکه این کارو به عنوان پرستش انجام میدن. اونها با مسیح در فقرا روبرو میشن. پس دعای با تفکر، با تمرکز روی متون آغاز میشه یا با پیدا کردن او در چیزهای زیبای زندگی، ولی در واقع وقتی به نهایتش میرسه که با حضور او مخصوصا در فقیر و افراد طرد شده رو ببینه حضور خداوند رو. و عیسی مسیح در انجیل میگه هر کاری که تر تمام کارهایی که انجام میدید برای من انجام میدید، میتونید مرا در فقیر و در هم شکسته ببینید. این پیام مادر ترزاست. من گرفتم. مثلا ما یک اتاق دعا داریم که زمان زیادی رو صرف درخواست شفاعت میکنیم برای مردمی که در خیابون هستند. همینطور زمان زیادی رو در اتاق دعا صرف پرستش میکنیم. فقط در حضور خداوند میشینیم و در آرامش هم هستیم. من فکر میکنم خیلی قدرتمنده وقتی بتونیم اون حضور رو که در اتاق دعا داریم برداریم و با خودمون به خیابون ببریم. مثلا کمک بکنیم به کسی یا کسی رو تمیز کنیم و کسی رو بیا به هتل برگردونیم. این هم نوعی پرستشه. تو هم گفتی اوکیه. بله خیلی عالیه. برای مدت طولانی کلیسا تقسیم شده بود بین مردمی که دنبال عدالت اجتماعی هستن یا بشارت میدن و مردمی که دعا میکنن. ولی برای من اینا با هم پیوستن، اونها به هم تعلق دارن. همه اینها برای ما ناشی از همون دعای با مراقبه است. چون در تجربه حضور خداوند ما در واقع از حضور او سرشار میشیم و این رو به محیط بزرگتری سرایت میدیم و این به نوعی یکی از قدرتمندترین انواع دعاست. من گاهی اینطوری میگم دعا در ساده ترین شکل خودش، اوکی جای شروع میشه که مثلا برای دعا برای بچه ها میکنیم، در ساده ترین شکل خودش درخواست از خداوند برای چیزهاست. دعا در بهترین شکل خودش یک مکالمه دو نفره است. فقط صحبت من با خدا نیست، من دارم به خدا گوش میدم، حالت رابطه‌ای داره. ولی دعا در عمیق‌ترین شکل خودش همدلیه، یک رابطه با محبت در سکوت و با خداونده. پس چرا صحبتمون رو با این تصویری که اینجاست در واقع این تصویری که اینجاست به پایان نبریم؟ این یک تصویر شگفت‌انگیزه برای تفکر و تأمل، چون این قدیمی‌ترین نماد کاپتیک در جهان هستش. در این نماد هر چیزی معنا داره، هیچی تصادفی نیست. این از نظر من خود خوبه، چون داره راجع به تفکر صحبت میکنه. اسمش هم هست، در واقع اسمی که براش گذاشتن نماد مسیح و ابدمینا هست. اونی که صلیب به گردنشه مسیح هست و ابدمینا در سمت چپ قرار داره. این در موزه لوور قرار داره در فرانسه و فرانسوی هم یک اسم قشنگ براش گذاشتن، چون واقعا یک قطعه زیبای باستانی هستش، مال حدود قرن 8. فرانسوی ها بهش میگن مسیح و دوستش. چیزهای زیادی در مورد دعا درش هست. خب اول از همه میبینیم که مسیح دستش رو دور گردن او انداخته. وقتی داریم راجع به این نوع حالت دعا صحبت میکنیم، داریم راجع به محبت خداوند صحبت میکنیم و این هم داره راجع به دوستی صحبت میکنه، دوستی عمیق. دومین چیزی که قابل توجهه که البته خیلی هم بامزه استش، انگشت های پای عبد دیده میشه ولی از لباسش بیرون اومده، ولی عیسی مسیح پا نداره. و بسیاری از کسایی که نظر دادن میگن که چون چیزی که در این نماد تصادفی نیست، همونطور که
که گفتم اینه که در واقع ما پاهای مسیح هستیم در رابطه با او و با کلمات او ما فرستاده شده هستیم مثل اشعیا مثل مادر ترزا یا خود تو در اون اتاق دعا فرستاده شدیم از برای دعای مراقبه به سمت جهان و نکته جالب اینه که حتی الان وقتی داریم راجبش صحبت میکنیم احتمالاً داریم به نوعی تفکر میرسیم همینطور که داریم راجبش صحبت میکنیم از مرحله من و خداوند میرسیم به جایی که حتی لحظه‌ای هست که میگیم خداوند تو چقدر شگفت‌انگیزیه فراموش میکنیم که داریم به یه تصویر نگاه میکنیم به محبت و نسبت به خودمون فکر میکنیم به حقیقتی که در کتاب مقدس وجود داره گفتم بهترین راه مراقبه توجه به کتاب مقدسه ولی در واقع میتونیم به انواع چیزها در جهان توجه کنیم تا روی حضور خداوند تمرکز کنیم این دعای مراقبه ای هست خب پیت اجازه بده توقف کنیم ببینیم چه چیزهایی یاد گرفتیم تو گفتی که دعای با تفکر بیشتر یک لذت در سکوت هست لذت حضور خداوند و این عمیق‌ترین نوع دعاست درسته و گفتی که باید با تمرکز بر روی یک عبارت از کتاب شروع کنیم و این بخش در واقع بخش من و خداوند هست و سپس ممکن است یک قطعه دعا استفاده کنیم یا حتی یک به زبان تانگ و پس از اون مرحله مراقبه قرار داره که ما خودآگاهی کمتری پیدا میکنیم و بیشتر برای خداوند تمرکز میکنیم مثل انتظار در اون لحظه و لذت بردن از اون لحظه و بعدا اگر در این مورد ها تمرین کنیم امیدوار باشیم تا به اون مرحله همدلی و کامیونیون برسیم و در واقع به حضور خداوند برسیم اطرافمون رو فراموش کنیم زمان رو فراموش کنیم من از مثالی که دادم در سینما زدی خیلی خوشم اومد من فیلم های زیاد دیدم که بوده که چندین بار تماشا کردم یا حتی مثل اینه که در حضور و پرستش خداوند گم میشیم و مطمئن هستم مثال های قابل توجهی زیادی هم در این زمینه وجود دارن خب خیلی تشویق شدم خیلی خوشحالم که اینقدر قابل درک بوده واقعا جالب بود خب پس چرا دعا نکنیم ای پدر از اینکه به ما محبت داریم سپاسگزاریم و اینکه ما رو دوست خودت می‌خوانی سپاس که ما رو عمیقاً و بی انتها دوست داری دعا می‌کنیم که کمک کنی تا به محبت تو پاسخ دهیم با محبت حضور خودت و توجه کامل ما خداوند متاسفیم که گاهی در دعا حواسمون پرت میشه و اینکه گاهی فقط در دعا فهرست درخواست های خودمون رو به حضورت میآوریم خداوند دعا میکنیم که به ما بیاموزی که آرام باشیم و تو رو بشناسیم خداوند ما رو به عنوان مراقبه های در قلب این جهان قرار بده آمین خب من این ویدیو در مورد دعای مراقبه ای رو خیلی جالب پیدا کردم خیلی جالب دیدمش و شاید هم خیلی چالش برانگیز بود میدونم که اینطور بود و با پیت گریگ هم موافقم وقتی که گفت خیلی سخته که آرام بگیری و با این حال این چیزی هستش که خداوند از ما میخواد آرام بگیر و بدان که من خداوند هستم توماس کلی اشاره به مرکز الوهیت میکنه که همه ما عمیقا در خودمون داریم و در مکان مقدسی در روح ما وجود داره یک مکان مقدس که همه ما به طور ممتد به اون برمیگردیم گوردون مکدونالد یک کتاب نوشته که بهترین فروش رو داشت به نام دنیای خصوصی خودتان را سفارش دهید که جهان رو به صورت یک باغ اختصاصی تشریح میکنه که درست مثل یک باغ نیاز به مدیریت دائم و مراقبت داره در غیر این صورت ازش غفلت میشه و بیش از حد رشد میکنه و خراب میشه و میگه دنیای معنوی درون ما مثل باغبانی معنوی میمونه پس خب پس بیاید کمی باغبانی معنوی کنیم با زمانی که در دعا صرف میکنیم و از سه مرحله دعای پیت گریگ استفاده میکنیم با تمرکز شروع میکنیم با مراقبه ادامه میدیم و با همدلی به پایان میبریم
خب خودتون رو در شرایط راحت قرار بدید، چند تا نفس عمیق بکشید، ریلکس کنید و سعی کنید برای چند دقیقه روی عیسی مسیح تمرکز کنید. داستانی است در انجیل مرقس راجع به یک روز خیلی شلوغ، جایی که عیسی مسیح مشغول شفای مردم و برآوردن خواسته‌ها و سخنرانی بود. متون این رو دقیقا نمیگن، ولی تصویری که از عیسی مسیح دیده میشه که خیلی خسته شده بود. اون درخواست یه قایق کرد تا سوار بشه و یه جوری از جمعیت فرار کنه. در اون سفر یک طوفان بزرگ برخاست و شاگردان نگران جانشان شدند. اونها برای کمک به عیسی مسیح نگاه کردند و او را از خستگی در خواب دیدند. به خاطر طوفان وحشت‌زده بودند و عیسی مسیح را بیدار کردند. با توجه به صحبت‌های مرقس، عیسی مسیح از این مسئله خوشحال نشد. در عصبانیت گفت: آرام باشی، بی حرکت باش. طوفان و موج‌های بلند بلافاصله ایستادند. ترجمه واقعی آرام باشید از متن اصلی انجیل یونانی که اومده به معنی هیس هست، و یا در شکل جدیدش باید بگیم خفه شو. چند بار چیزی رو از خداوند خواستیم و حاضر نشدیم بیستیم و آرام باشیم؟ عمل آرام بودن و بی حرکت بودن در دنیای پرهیاهوی ما خیلی سخت شده. دنیا میخواد که ما مشغول باشیم. خداوند از ما میخواد آرام باشیم تا بتونیم محبت، آرامش و راهنمایی دریافت کنیم. پس بیایید الان با تمرکز بر خداوند انجامش بدیم و سعی کنیم آرام باشیم. خب مرحله دوم دعا تأمل و تفکره. خب بیایید وقتی این کلمات رو از کتاب میخونیم کمی تفکر کنیم.
و مرحله نهایی چیزیست که پیت گرگ بهش میگه همدلی یا کامیونیون. حالا زمان گوش سپردنه، زمان حرکت از مغز به قلبه. آرام باشید، سکوت کنید، فقط باشید و منتظر بمونید. سعی کنید چشماتون بسته باشه، بدنتون آروم باشه و ذهنتون روی عیسی مسیح تمرکز کنه. شاید هم نه، پیامی از روح القدس رو حس کنید و این کلام باید در مسیر خداوند یا کتاب مقدس باشه، وگرنه از طرف خداوند نیست. خب بیاد انجامش بدیم. خب قصد داریم دعا رو به پایان ببریم با به اشتراک گذاشتن دعای ربانی. The Lord's Prayer. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. خب حالا که داریم برنامه رو به پایان میبریم، میخوام به اطلاعاتون برسونم، به کسانی که در نتونستن در دوشنبه گذشته در AGM شرکت کنن، که ما موافقت کردیم که یک گروه به اسم گروه ریست تشکیل بدیم، از کسانی که دور هم جمع میشن تا به چالش های زیاد و فرصت هایی که در هفته ها و ماه های آینده کلیسا باهاش روبرو میشه تفکر کنن. این چالش ها شامل کنارگیری کن در آخر ماه آگوست هستش، چون قراردادش تموم میشه و من رو به عنوان تنها رهبر پاره وقت کلیسا تنها میگذاره. به عنوان به علاوه اون مشکلات مالی که دیو خزانه‌دار کلیسا ما رو ازش مطلع کرده، که ما در واقع با کاهش بودجه سالانه مواجه هستیم و داریم از ذخایرمون استفاده میکنیم و این چیزی نیست که در دراز مدت بشه باهاش کنار اومد. به علاوه سوالاتی هست در مورد استفاده از ساختمان و شکل آینده کلیسا که ما معتقدیم خداوند از ما میخواد که اینطوری باشه، ولی ما میتونیم تشویق یا هیجان زده بشیم درباره احتمالات آینده، همونطور که مارگارت در AGM به ما خاطر نشان کرد، که وقتی که به ما یادآور کرد که مطمئن باشیم هر چیزی که پیش روی ماست خداوند قبلا در اونجا قرار داره و خداوند میتونه ما رو شکلمون رو تغییر بده. در کلمات این سرود خداوند راهی خواهد ساخت. See, he will make a way for me.
with love and strength for each new day, He will make a way, He will make a way. Oh God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. فراموش نکنید ما گروه های کوچک رو در میان هفته ها داریم و خوشحال میشیم اگه دوست داشته باشید همراه ما باشید. فقط میتونید با پیتر یا یکی از هیئت امنا تماس بگیرید. و حالا که به پایان برنامه میرسیم میخوام که دعای فیض رو با هم بخونیم. فیض عیسی مسیح خداوند و محبت خدا و همراهی روح القدس با جمیع شما باد همکنون و برای همیشه. آمین. Jesus Christ and the